سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزم همراهان خوب و عزیز کانال یوتیوب پویوت اکادمی رضا نظربگی هستم و با ادامه آموزش های آدوبی در خدمتتونم در درس قبلی با نحوه کار منوی ترانسفورم آشنا شدید با موارد مختلف و آپشن های مختلفش آشنا شدین ولی در این درس میخوایم بریم با گزینه نهاییش آشنا بشیم که ترانسفورم ایچ هستش و ببینیم مثلا چه کاربردی برای ما داره اجازه بدید من دو تا شیپ به وجود بیارم بعد دربارش صحبت کنیم برای مثال من یک تصویر به این شکل به وجود میارم با همین پترن خوبه یه دونه ریکتنگل هم به وجود میارم این پایینا قسمت مثلا یه رنگ جداگانه هم بهش بدیم که تفاوت داشته باشه از حالت انتخاب هر دو رو خارج میکنم توضیح کوتاهی که قبلش باید بهتون بدم اینه که کار ترانسفورم ایچ اینه که اولا میاد در زمانی که ما چند تا شیپ رو همزمان با هم در حالت انتخاب قرار دادیم هر کدوم از شیپ ها رو جداگانه تغییرات رو روشون اعمال میکنه یعنی اگر مثلا من شروع کنم به روتیت کردن در حالت ترانسفورم ایچ هر شیپ دور خودش میچرخه اما اگر من این تا رو انتخاب کنم بیام در منوی Object Transform مثلا روی گزینه Rotate کلیک کنم این موارد دور خودشون نمیچرخن حول یک شعاعی که قرار میدن برای خودشون دور اون شعاع و دور اون محور میچرخن ببینید هر دو دارن دور همدیگه میچرخن دور خودشون نمیچرخن یه دقت کرده باشین الان مربع من داره میره روی دایره قرار بگیره روی اون گردی که دارم قرار بگیره و همینجورن دارن جابجا جا, جا میشن Uh, اما اگر من بیام سراغ Object Transform و روی گزینه Transform Each کلیک کنم و همین کار اسکیل رو انجام بدم کار روتیت رو انجام بدم ببخشید کار روتیت رو انجام بدم اتفاقی که میفته اینا دیگه دور هم نمیچرخن هر کدوم جداگانه دور خودش داره میچرخه میبینید دیگه مربع هیچ وقت بالا قرار نمیگیره دایره بیاد پایین هر کدوم دارن دور محور خودشون میچرخن من اینو دوباره صفرش کنم برای اینکه تغییرات رو ببینم باید یه بار پریویو رو تیکش رو بزنم بردارم خب کاری که پس برای ما انجام میده رو متوجه شدید ترانسفورم ایچ میاد ترانسفورم رو حول محور خود اون شیپ انجام میده با اینکه شما مثلا دو تا شیپ رو انتخاب کردین همزمان ده تا شیپ رو انتخاب کردین همزمان فرقی نمیکنه میاد تغییرات رو بر حسب محور خود اون شیپ برای ما انجام میده کار دیگه ای که برای ما انجام میده اینه که transform each تمام مواردی که در منوی transform یاد گرفتیم رو همزمان همه رو با هم در یک منو ما نشون میده یعنی yani اسکیل رو داریم موو رو داریم روتیت رو داریم و آپشن های بخش uh, transform رو هم همه اینجا داریم با بخش آپشن های transform در درس قبلی آشنا شدید روتیت رو هم بهتون گفتم کار چرخش رو انجام میده مثلا این اسکیل رو با هم جابجا کنیم برای انجام اسکیل دیگه هر دو تا با هم تغییر سایز میدن اگه دقت کنید به این شکل متوجه خواهید شد که داره تغییرات به صورت هوریزنتالی تغییر میکنه اگر ورتیکال رو بخوایم جابجا کنیم هم به صورت مشخص فقط حالت ورتیکالی داریم تغییرات رو به وجود میاریم اگر بخواید یک حالت مشخص هر دو تا شپ در یک سایز یعنی تغییر حالت بدن چه از طول چه از عرض باید خودتون اینجا بیاین دستی مثلا بنویسید 120 درصد در 120 درصد به این شکل تغییرات به یه اندازه به وجود میاد در بخش موو هم همینطور من میتونم موو رو بنزی چند پیکسلی که میخوام جابجا کنم در طول و عرض خودم مشخص کنم برای کارم و تغییرات رو مشاهده خواهم کرد خب توضیحات این موارد خیلی مشخص و معلوم بود سه تا گزینه اینجا داریم reflect x reflect x reflect y و گزینه رندوم که میخوام این سه تا مورد رو که در موارد قبلی در بخش ترانسفورم در صورت قبلی نبود اینجا بهتون بگم چه کاربردی دارن با توضیح رفلکت در درس قبلی آشنا شدید اما این گذین های رفلکت X و Y چی هستن؟ رفلکت X و رفلکت Y میاد بر حسب محور X و Y که شاید در ریاضیات باش آشنا شده باشین در دوران دبیرستان خوندیم و هممون هم یادمون رفته میاد بر حسب محور X و Y کار بازتاب رو برای ما انجام میده من اگر رفلکت X رو بزنم بر حسب محور X و اگر بیام وای رو بزنم بر حسب محور وای این باستاب رو برای ما به وجود میاره ما اگر یه مقدار روتیت رو بیشترش کنیم شاید بهتر متوجه کار بشیم همونطور که می‌بینی الان داره پترن برای من جابجا میشه اگر اسکیل استر... اه... استروک رو هم بزنم تغییرات روی استروک هم برای من به وجود میاد موارد مختلف رو میتونید خودتون چک کنید و متوجه منظور من بشید الان من دارم پترن رو میبینم که داره بر حسب ایکس و وای تغییر حالت میده میتونم جای این موارد رو عوض کنم دوباره و من متوجه منظور من خواهید شد پس کار رفلکت همینه من بهتونم گفتم در درس قبلی کار رفلکت اینه که وقتی فعالش کردیم بیاییم فقط یه کپی ازش بگیریم که بشه سایه کار ما انعکاس تصویر ما در اصل که بعدا بتونیم ازش به عنوان یک سایه استفاده کنیم همونطور که میبینید فقط داره برای ما جایگاه انگار داره جایگاه پترن فقط عوض میشه بنابراین برای ایجاد سایه و انعکاس تصویر رفلکت کار میکنه اینجا هم میتونیم هر دو تا تصویر رو یه رفلکت بهشون بدیم اگر میبینی رفلکت مربع برای من تغییر میکنه به خاطر اینکه پیکسلاش یکی هستند من مثلا رفلکت وایو میزنم این یه شوهای دایره از هر جوری هم به چرخه این سفیدی وسطه هیچ شغمه شما تغییر رو نمیبینید ولی روی پترن خیلی بهتر می‌بینید به خاطر همینه که من یه شیپ رو پترن دادم یکی رو رنگ دادم که متوجه منظور من بشید حالا بیام روی گزینه رندوم کلیک کنیم می‌بینیم چه اتفاقی می‌افته اجازه بدین من اول تیک رفلکس رفلکس رو دارم بریم سراغ رندوم روی رندوم کلیک می‌کنم اگر متوجه شدین می‌بینید که رندوم میاد یه تغییر تصادفی برای من به وجود میاره در تصویر خیلی ممکن اصلا به کارتون نیاد ولی کاری که انجام میده و ما هم باید بهتون آموزش میدادیم خیلی کار شاید جالبی هم نباشه ما بخوایم یه چیزی رو به صورت رندوم انجام بدیم ممکنه یه زمانی یه جایی به کارمون بیاد ولی خب این دستور وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم یه مورد دیگه هم در این منو واقعی میمونه که من باید بهتون آموزش بدم اونم اینه که یه کادری رو این پایین میبینید چند تا مربع و چندتا تا سگمنت در اصل این سگمنت ها نشون میدن که حول محور کدوم بخش کار من مثلا به چرخه تغییر سایز بده و موارد مختلف مخصوصاً مخصوصا در بخش روتیت کردن و رفلکت دادن خیلی به چشم میاد الان نقطه وسطی و اون سگمنت وسطی فعاله و سفید هستش شما خودتون هم میتونید تست کنید روی کامپیوترتون متوجه منظور من خواهید شد اگر من بیام مثلا اینو بذارم روی بالا سمت چپ اتفاقی که میفته حالا اگر من روتیت بدم حول محور این نقطه بالای سمت چپ کار داره تغییر میکنه و چرخش داره به وجود میاد همونجور که دارین میبینید دیگه من دارم تغییرات رو به این شکل میبینم اگر روی نقطه مرکزی باشم هر چقدر به چرخونم حول محور خودشون در مرکز دارن میچرخن پس هر جایی رو که من انتخاب کنم حول اون محور میچرخونمشون رفلکت هم, هم همین اتفاق براش میفته میبینید سایه کارم به صورت x و y دیگه چون در مرکز نیست فقط پترنم جابجا نمیشه شیپ هم کلا داره تغییر حالت و جایگاه میده خب با این موارد آشنا شدید بازم ازتون درخواست میکنم لطفا دوستان عزیزم خودتون روی کامپیوترتون حتما این موارد رو تست کنید امتحان کنید و تمرین کنید مداوم که همه این موارد تو ذهنتون باقی بمونن چون در درس های آینده و در بخش پروژه های آینده حتما ازشون استفاده میکنیم حالا این موارد رو من کنسل میکنم میرم سراغ آخرین بخش های بخش ترانسفورم و موارد نهایی هم آشنا بشیم برای این کار بریم سراغ بخش آبجکت در منوی Illustrator گزینه Transform و روی Transform Again کلیک کنیم قبلش بهتون بگم Transform Again میاد کاری که انجام میده اینه که میاد و آخرین تغییر قبل از کار نهایی که الان در صفحه میبینیم و اون برمیگردونه من اگر روش کلیک کنم یا دکمه کنترل دی رو بزنم روی کی بردم آخرین مرحله تغییرات شیپ های من رو که باشون کار کردم رو میاره برمیگردونه اگر یه زمانی به هر دلیلی دستتون خورد اون تغییر نهایی رو که به وجود آورده بودین دستتون خورد یه جا به جایی به وجود اومد میتونیم بیاین سراغ Object Transform و روی گزینه Transform میگن کلیک کنید با انجام این کار به این شکل یه مرحله قبل رو بهتون پس میده و کار قبلی رو بهتون برمیگردونه شما میتونین ازش استفاده کنیم همونجور که دارم من ترانسفورم میزنم همونجور شیپ هم داره میره بالا و تغییر حالت میده خیلی به کار من نیومده ترانسفورم تا حالا و تقریبا میشه خب اصلاً ازش استفاده نکردم ولی خب بهتون خب میخوام میخوام بهتون توضیح بدم و یاد بدم بهتون شاید شما ازش استفاده کنین یه جایی به کارتون بیاد در هر صورت با موارد مختلف در بخش ترانسفورم ادوبی تحت دو ویدیو آشنا شدیم در ویدیو قبلی و این ویدیو موارد مختلف این منو رو یاد گرفتیم باشون با کار کردیم ازتون بازم درخواست میکنم خیلی تکراری این حرفم ولی ازتون خواهش میکنم لطفا موارد رو حتما تمرین کنید که تو ذهنتون باقی بمونن و اینکه اگر ایرادی اشکالی بود خودتون بتونید حلش کنین بعدها در پروژه ها مشکل نشین ممنونم دوستان عزیزم از همراهیتون با کانال یوتیوب پروتا آکادمی از اینکه وقت میذارین و همراه ما هستین در ویدیوهای آینده هم همراه شما خواهم بود با پروژه های جذابی هم قرار بیام و ادامه کار رو به زودی با پروژه های جدید و جذاب خواهیم رفت مرسی از همراهیتون موفق باشید